فستیوال بزرگ وگن مواد غذایی 100% گیاهی با ارائه نمونه‌های متنوعی از سوسیس تا پنیر کاملا گیاهی برای بازدید کنندگان در اسرائیل برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم روزیتا ایران دوست. در تلاوی وزیر سایه درختان نخل و آسمان خراش های سر به فلک کشیده، فستیوال دو روزه مواد غذایی از نوع ویگن یا گیاهی مطلق برپا شد که هزاران هوادار و مشتاق را به آنجا کشاند. بیش از 100 غرفه از بهترین رستوران های ویگن و فروشگاه های تولید کننده این سبک غذایی در این جشنواره که ویگن فست نام داشت شرکت کردند. نهاد غیر انتفاعی ویگن فرندلی نیز هماهنگ کننده این فستیوال بود. اسرائیل بزرگترین کشور ویگن دنیاست و بیشتر از 5% ساکنانش ویگن هستند و تل‌آویو هم بزرگترین شهر ویگن دنیاست که 2 سال پیش بزرگترین رژه حامیان حیوانات در اون برگزار شد. گردشگرای ویگن هم به دلیل وجود بهترین رستوران‌های ویگن از اومدن به اینجا لذت می‌برند. به گفته مدیر نهاد ویگن فرندلی، در مدارس اسرائیل نیز پروژه‌های آموزشی در جریان است. همچنین پروژه‌های مهندسی غذایی در سطوح گسترده تولیدات کارخانه‌ای برای تولید مواد غذایی ویگن بدون تغییر طعم و ظاهر نیز برپا می‌شود. در اسرائیل نه تنها دسترسی به مواد غذایی کوشر و بدون گوشت و بدون لبنیات خیلی راحته، بلکه تنقلاتی که آمریکایی‌ها هم بهش علاقه دارن از نوع ویگنش موجوده. و البته رستوران 416 به نظر میرسد برترین رستوران ویگن در اسرائیل است که طرفداران زیادی دارد و همه مواد غذاییش را خودش تولید میکند. Before us, a lot of the vegan restaurants had really good food, but they didn't really have cocktails or they didn't really have desserts. پیش از ما هم رستوران‌های ویگن زیادی بودند، ولی یا دسرشون مناسب نبود و یا فضای خوبی طراحی نکرده بودند. ما سعی کردیم همه این موارد را رعایت کنیم. شما در رستوران ما میتونید تجربه کاملی از غذاهای ویگن به دست بیارین. به گفته برگزار کننده فستیوال ویگن، گرچه این سبک غذایی در ابتدا با استقبال زیادی روبرو نشد، ولی در حال حاضر بسیاری از افراد در سراسر دنیا با دلایل مختلف از محیط زیستی تا سلامت به ویگنیسم روی آورده اند. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.